سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن در جلسه گذشته پاسخ های من به این یار دبستانی به این دوستی که ظاهرا رفته عابد و زاهد و مسلمان شده و اهل منبر هست مثل اینکه او اهل قلم و فلسفه امضا میکنه و اینا تمام نشد مطالبش در مورد دین زرتشت و اختلاف دین زرتشت با سایر ادیان حرفا رو من ناتمام گذاشتم و بس دیگه ولی یک نکته من بگم که نظر شما رو جلب کنم که همین دوستمون اسمش مهرداد یعنی از ادیان قدیمی ایران آمده میخوام بگم که فرهنگ بشری چیزی نیست که با آمدن شما یک بار اون قطع بشه و دیگه شما بیایید و دنیا رو تصرف بکنید نه همینطور که امروز اسم شما مهرداده یعنی پنجه سال پیش پدر مادر شما وقتی شما به دنیا آمدی اسم تو گذاشتن مهرداد نذاشتن خدا داد نذاشتن الله گذاشتن مهرداد این معنیش این است که اون تمدنی که میترائیسم توش بوده بعد زرتشت دین زرتشت توش بوده چه و چه هنوز آثار فرهنگیش در جهان پا بر جاست. نه در ایران در کل جهان با پا برجاست شما توقع نداشته باش که با آمدنت و اعلام یک مانیفست جدید دنیا رو در هیته خودت قرار بدی و همه آثار تمدنی بشر رو به فراموشی بسپاری این نمیشه برادر در نتیجه شما میایید میگی که تمام مردم دنیا که مثل من فکر نمی فاسقند، کافرند یه جایی دیگه هم همین دینت گفته که فاسق و کافر رو میشه کشت هفتاد تاشون رو بعد بکشی تا بری تو بهشت هشت میای به امپریالیزم فش میدی پدر جان اون امپریالیزم میدونه که تو این باور داری که هفتاد نفر فاسق رو باید بکشی تا بری تو بهشت اونم میاد تو رو تحریکت میکنه که اصله هاشو بفروشی حالا این وسط گناهکار کیه؟ بگذاریم برگردیم به خل... این تعریفی از خلق و خو و منش و رفتار پادشاهان صفوی برای اینکه ما جز اینها و معدودی از رجال بزرگ مثل مثلا امام قلی نمیدونم که حاکم شیراز بوده کسی که از مردم عادی و معمولی اطلاعات کاملی در دست نداریم رفتار این مردم که نشون میده که چه طرز فکری چه فرهنگی در جامعه ساری و جاری است این آدم ها به خصوص به این دلیل که ایرانی هم بودند که خودشون ادعای غیر از این میکردند در اثر مجاورت با قبایل ترک زبانشون ترکی شده بود و یه دروغ هم ساختن که ما سید هم هستیم بر نتیجه یه رگه عربم تو خودشون اووردند و هی خودشون از ایرانیت جدا کردند حالا که نه اون سید بودنشونو به ادعای تمام مورخین و مطلعین اصل دروغ بوده برای اینکه میخواستن اون بساط تشیل را بندزن لازم داشتند این حرف رو بزنند و زبانشون هم ترکی شده بود به تدریج این زبان ترکی به دلیل اینکه این, این قبایل 6-7 قبیله ترکی که مرید اینها بودند با اینها ترکی حرف میزدند اینا هم زبانشون ترکی شد حالا که اینها زبانشون زبان آذری بود و در همین زمان شاه اسماعیل زبان آذری هنوز وجود داشت در آذربایجان در تبریز ایده ترکی حرف میزدن و ایده هم زبان آذری هنوز حرف میزدند این بعدها در از این تاریخ به بعده که زبان آذری جای خودش رو میده به زبان ترکی در نتیجه این آقایون این پادشاهان زبان دربارشون میشه زبان ترکی یکی از عجیب ترین پدیده که شما در این عصر میبینید به دلیل اینکه در دربار هندوستان فارسی حرف میزنند پادشاهان و پاشاهای عثمانی به فارسی شعر میگند و نامه هاشون هم به ایرانی ها به فارسی مینویسند زبان فارسی دور تا دور ایران رو این منطقه وسیع رو گرفته ولی دربار ایران در داخل دربار با همدیگه ترکی حرف میزنن برای اینکه زبان عادیشون عادت دارن به این زبان خود این یه مقدار زیادی جدایی میندازه بین این اشخاص این درباری ها و مردم معمولی ایران حالا چرا؟ اینا به ضرب شمشیر اومدن روی کار در نتیجه این هفت قبیله این قبایل، اینا همه شمشیر زنند سپاهیان اینها هستند نیروی نظامی اینها هستند و حالا هم که به حکومت رسیدند تمام حکومت ولایات رو به یکی که اینها دادند و به قول و به فارس زبان ها میگن تاجیک و تاجیک ها رو هم به امور حکومتی در آغاز کار اصلا راه نمیدند بهشون اعتمادم ندارند حالا چرا اینا به ما بگذارید این رو بگم بهتون که بد نیست بدونید چرا حالا به فارس زبان ها اینا میگفتن تاجیک یا تات به این دلیل که در آغاز اسلام اگر در ماورا و نهر کسی به اراده خودش میرفت مسلمان میشد فارس زبان ها میگفتن این تازی شده یعنی عرب شده تازی معربش در زبان عربی به وسیله عرب ها معرب شد شد تاجیک حالا کشورم با وجود اومده تاجیکستان یعنی کسانی که فارس زبانانی بودند که مسلمان شدند این کلمه مونده تا دوره صفویه به هر فارس زبانی میگن تاجیک بگذاریم من شاه شا اسماعیل صفوی رو از روی کار آمدنش رو شمه های کوچیک کوچیکی گفتم و فتوحاتش رو در داخل ایران گفتم جنگ رو گفتم جنگ با شیبک خان رو گفتم چجوری پاره پاره میکنه شیبک خان چجوری میده بخورن رو عرض کردم خدمتتون در نتیجه نتیجه گیری میکنیم که شاه اسماعیل صفوی در سن 15 -16 سالگی تا سن 25 سالگی که دسترسی پیدا میکنه به تمامی سرزمین ایران آدمی بوده بسیار سخت گوش بسیار صفاک در این حال بسیار شجاع و نترس این صفاتو تا اینجا ازش داریم یک صفت دیگه هم باید پیدا کنیم و اون صفت رو در جنگ چالوران از ایشون میبینیم ایشون در حقیقت میخواسته که این انقلابش رو صادر کنه میخواسته از شیعیان داخل خاک عثمانی حمایت کنه و اونها رو علیه عثمانی ها به شورش بندازه یه بابای آسیرم در منطقه عراق پیدا کرده بوده میشناخته که مخالف حکومت عثمانی ها بوده شیعه بوده اینا تون تون اونو تقریت میکنند و یه عده زیادی هم دور اون جمع میشن به هر حال سلطان سلیم ناچار میشه که دستور بده که شیعیان داخل عثمانی رو همه رو بکشن در یک دوره بسیار کوتاهی چل هزار شیعه در عثمانی کشته میشن بقیه شیعیان رو میگیرند پیشانیاشون رو داغ میکنند که شناخته باشن که زیر نظر باشند درست مثل اسب که داغ میکنن مهر میزنن بهش به پیشونی این بیچاره ها مهر میزنند. بعد لشکر کشی میکنه نامه های متعددی هم بین این دو پادشاه رد و بدل میشه و او این یکی رو سرزنش میکنه که آقا این کارا چیه میکنی سر شیبک خانو و و داری پر کاه میکنی پوستش سر شیبک خانو برای من میفرسی من که از این حرفا نمیترسم از این مکالمات و مکاتبات هم بینشون بوده و بالاخره به جنگ منجر میشه سه پاه عثمانی میان در منطقه چالدوران در جنوب همین دریاچه رضاییه اردو میزنند و یه تپه هایی رو هم میگیرند و بلا فاصله اراده های تو رو میبرند به روی اون تپه ها میگذرند که وقتی سپاه اسماعیل میخواد بیاد اینا رو ببندن به تو. اسماعیل هم میاد پایین اون تپه ها با کمی فاصله اردو میزنند مشاورانش بهش میگن قزل باشا میگن قربان این توپایی که روی تپه ها گذاشتند اینا فردا سپاه ما رو تارمار خواهد کرد اجازه بدید که ما شبانه حمله کنیم به این توپا خون بزنیم به این توپا و این توپا رو سرنگون کنیم پایین توپجیاش هم بکشیم که اینا فردا توپ نداشته باشن ظاهرا شاه اسماعیل به اهمیت توپ واقف نبوده یک مشاور دیگر همونجا بوده به نام قرمیش خان قرمیش خان میگه که آقا این کار شبیخون مگه ما دزدیم که ما بریم شبیخون بزنیم ما فردا با کلمه لا اله الا الله میریم و غلبه میکنیم به همه کس خودش اسمایل هم میگه که مگر ما حرامی هستیم که بریم تو پای مردم رو برداریم بندازیم پایینو رو بزنیم و این حرفا فردا روز جنگ اگر خداوند بخواد که ما خداوند میخواد که ما فاتحشیم پس میشیم اگر معیشت خود تمشیت خداوندی این نیست ما قبول داریم روز جنگم گروه غزل باش فداییانی توش بوده که سینه هاشون رو باز میکردن میگفتن بزن قربان الدروم نه تصدق الدروم چی چی با ترکی همینطوری قربان صدقه مرشد کامل میرفتن و میرفتن به جنگ و بالاخره اون توپا شروع میکنه به کار کردن و به طرفت العینی چهار نفر از سپاه شاه اسماعیل لطوپار میشن و شاه اسماعیل فرار میکنه و در این جنگ دوران فقط و فقط به دلیل اینکه به اهمیت توپ واقف نبوده این آدم یک دو اینکه صد درصد رو گذاشته بوده به امدادهای غیبی که من با کلمه لا اله الا الله همه پیروز میشم و من نمیدونم چرا فکر می که سپاه عثمانی هم میتونه بگه لا اله الله سپاه همش که از متصرفات بده بودن که مردم مسلمان هم توشون بوده و چرا تمامی قدرت خداوندی رو اینها برای خودشون قبضه کرده بودن و همیشه میکنند نمیشه فهمید گره کار اینجاست بعد از این شکست از زندگی نامید میشه و میره به قزوین میره به تبریز و تبریز بعدن میرن به قزوین و تو بارگاهش میگیره میشینه شروع و با و دیگه کاری به کاره هیچ چیز نداره ببینید در یک مقطعه تاریخی یک شکست برای یه ملتی میتونه یه عبرتی باشه یه دی ای بعد از این شکست بگیرن بنشینن بگن ما چرا شکست خوردیم چه چیزایی کم داشتیم و بیایم این کمبودها رو پر کنیم این یه مقدار تفکر لازم داره این تفکر وجود نداشته فقط ایمان به حق ایمان به خدا ایمان به تشیع و امام ها و معصومین همین و کارم نکردی ولی بازم ول نمیکنن این پایان جنگ چارلوران میتونسته نقطه تحول عظیم تاریخی در ایران بشه که ایرانی ها بفهمند که اگر میخوان جنگ کنند وسایل مدرن جنگ امروزی رو لازم دارند برن دنبالش و این کارو نکردن جامعه ساکنه کل جامعه حرکت نداره چرا؟ برای اینکه ایمان و ایمان به امدادهای غیبی کافیه به جای انواع تحلیل کنندگان به جای انواع متفکرین و مشاورین که بگیرن بشینن فکر کنن که چه بکنیم که این شکست دومی نداشته باشه چه بکنیم با که ما به اندازه عثمانی ها قوی بشیم تا دلتون بخواد در راهروی مجر در و نمیدونم شبستون مساجد پر است از فالگیر پر است از آدمایی که خواب تعبیر میکنن کارشون ف... یعنی حرفهشون اینه که زن یا مرد بره اونجا بشینه بگه من دیشب این خواب دیدم و اون براش تعبیر کنه که میخواد چه اتفاقاتی بر تو بیفته یا استخاره کنن آقا ما میخوایم ازدواج کنیم تاریخ روز خوب کیه ساعت خوب کیه میخوایم سفر بریم ساعت خوب کیه همه چیز رو یه ملتی میده دست یه قدرت ندیدنی تمام ارادش رو تمام تصمیم گیریاش رو نه تنها مردم این کاری میکنن تمام این پادشاهان صفوی منجم داشتن در دربارشون اون منجمین از تنجیم و ستاره شناسی چیزی نمیدونستن هیچ چی نمیدونستند فقط ساعت خوب و بد حرکات شاه رو تعیین میکردند که این ساعت خوب هست برای رفتن به شکار یا نه این ساعت خوب هست برای اینکه با فلان سفیر حرف بزنیم یا نه این میمونه در ایران این همینطور در ایران میمونه بلوشر طبیب ناصر شاه یه خاطرات نوشته ظاهرا از اتریش اومده بوده مثل اینکه یادم نیست درست میگه من آمدم نه نه داره که از شهرهای آذربایجان در مراقه تبریز در یه جایی خونه به حکم دولت دستگاه خانه فرماندار شهر رو دادن که من توش استراحت کنم ما رفتیم و در طبقه بالا طبقه دوم اتاق عروسی بزرگی بود و در اختیار ما گذاشته بودند و با اتاقای دیگه و چه و چه من نفراتم و همراهانم و نوکرانم و اینا رو همه رو دادم برن استراحت کنن خود و خانمم هم رفتیم بالا بعد یه یه نفر آمد گفتش که حاکم میخواد بیاد به دیدن شما گفتیم آقا ما امروز خسته ایم ما راه اومدیم اگه میشه فردا بیان گفتن زیاد مزاحم شما نمیشن میان عرض سلامی میکنند و میرن گفتن خب بگو بیاد بگو ما به جای که بریم استراحت کنیم منتظر شدیم که حاکم بیاد دیدیم خبری نشد کسی نیومد از پشت این شیشه پایین رو نگاه کردم دیدم که دو سه نفری تو حیات نشستن به این مستخدم من گفتم که اینا کیان تو حیات نشستن گوی حاکمه با دو نفر سه نفر از کارمندانش گفتم خب چرا نمیاد بالا گو اینا استخاره کردن ساعت خوب نیومده نشستن که دو مرتبه استخاره کنن ببینن کی ساعت خوب خوب میاد و ما اون بالا منتظر بودیم ما نمیفهمیدم اینا چی میگن منتظر بودیم که اینا بالاخره یه موقعی بیان بالا یواش یواش تخت نرد آوردن بازی کردن بعد بسات عرق آوردن دل جگر کباب کردن و با عرق خوردند. تا ساعت ده و شب اینا نیومدن بالا و من مکرر و مکرر پرسیدم که پس اینه نمیان بالا و به من جواب میدن که تا حالا چهار بار پنج بار استخاره کردن خوب نیومده گفتم خب دیگه من میخوام برم بخوابم به اینا بگید برم فردا بیان و ما درها رو بستیم و شارقامون رو خاموش کردیم و خوابیدیم خب این داستان مال سالهای آخره دوره قاجاره همچین از زمان حال ما زیاد فاصله نداره میبینید که چگونه این باورها اگر دانشی علمی فرهنگی نیاد و جانشین نشه اینا میمونه موند خیلی این ملت گرفت این حرفا بگذاریم این از شاه اسماعیل که میره به میشینه به و انقدر هم مبالغه میکنه در خوری که در سن سی و چار پنج سالگی میمیره پسر ده سالش تحماسه بخواد شاه بشه از موقعی که یک پسر ده ساله به سلطنت میرسه این آقایان قزل باشا که مرید مرشد کامل بودند تا حالا براش سینه چاک میدادن خودشون جانشون رو فدای مرشد کامل میکردن به دلیل سقر سن پادشاه خودشون شروع میکنن به قدرت دمایی خودشون شروع میکنن به تکروی این قبایل با همدیگه وارد جنگ میشن وارد رقابت میشن رقابت به جنگ منتهی میشه تا یه هفتش سالی مملکت زیر آشوب این قزل تا این جوان ده ساله به سن رشد برسه و به عقل برسه و یکی یکی اینا رو بیاره سر جاشون بشونه تعداد از اینا رو بکشه تعداد بسیار زیادی از اینا رو بکشه به دست همدیگه و جالب این است که در این عصر نه دادگاهی وجود داره نه سازمانی برای اینکه کسی رو بگیرن جلب کنن نمیدونم محاکمه کنن و بعد مجازات کنن نه وجود نداره شاه به یکی از نزدیکانش میگه که من حکومت قوم و مثلا به تو میدم تو با چند نفر دیگه برو فلان کسی بکش سرش بعدی بیار در تمام دوره صفویه کشتن آدمای یاقی یا آدمای مزاحم این شکلی بوده حالا مورخین از در مورد شاه تماسب چیا نوشتند خب این از بچگیش دیگه پدر شاه بوده و امکانات فرهنگی براش فراهم کردند و در نچه اینشون علاقه بسیار بسیار زیادی به نقاشی داشته و خودش نقاشی میکشیده کتاب تصحیب می کردند در دربار و این نوع هنرهایی که از زمان تیموریان باقی مونده بوده رو ایشون دنبال میکنه نقاش خوبی هم میشه تا اونجایی که به امپراتور عثمانی نامه می نویسه که شما که دارید مسجد میسازید اجازه بدید که قالی های این مسجد رو من طراحی کنم دستور بدم ببافن براتون بیاریم بدیم تا این حد هم تو کار خودش مثل اینکه پیش روی کرد بوده حالا کیفیت هنری دوره صفویه رو باید در بحث جداگانه ای مطرح بکنیم الان بهش م... کاری نداریم اما اون که راجع به ایشون میگن ایشون بسیار مال دوست بسیار خسیس اینقدر خسیس بوده که لباس کونه هاشو میفروخته مدت بسیار طولانی هم سلطنت کرده چهل و دو سال سلطنت کرده در چهارده سال آخر سلطنتش حقوق به سپاهیانش نداده خب یه گروه سپاهی که باید حقوق بگیرن چهارده سال حقوق نمیگیرن چرا نمیرن چرا نمیرن دوباره یک کسب و کار دیگه همطور بایستدن به دلیل اینکه پشت به قدرت دارند اصل هم دستشونه اما مردم میگیرن تأمین میکنن خودشونو چه لازم که شاه به اینا حقوق بده حقوق خودشونو خودشون در میارند در نتیجه ما میتونیم متوجه امنیت این مردمی که به عنوان امت اسلامی نمیدونم رعیت حالا میگیم ملت پی ببریم به طرز زندگیشون خب ایشون 20 تا فرزندم پس میندازه دو سه تا از فرزنداش هم در طفولیت میمیرند این هم که خیلی باب بوده اعمه معصومی همه جور خدمت میکنند اما در مقابل میکروب و ویروس کاری نمی کنند میکروبه میاد میزنه میبره ویروس میاد میزنه میبره همین دوست ما که میگه تحت توجهات ائمه معصومین نمیدونم زندگی چه و چه و چه باید بهش بگیم که تو این زد... کره خاکی امروز 6 میلیون ویروس وجود داره که هر کدومش اگر یه دارویی در مقابلش ساخته نشه آدم رو میکشه خب این فاسق ها این بیدین ها این کافر ها 5 میلیون و خورده ای از این ویروس ها رو شناسایی کردند داروی مخالفش هم ساختند طبقه بندی کردند گذاشتن تو کامپیوتر اون وقت شما پیوسته متکی به اعمه محس... من من هیچ بی‌احترامی به اعمه معصومین شما ندارم ولی معتقد هستم که اعمه معصوم شما که در زمان حیاتشون مردمان معصومی بودند گناه نکردند و مرد خدا بودند و خیلی انسانهای خوبی بودند فوت کردند رفتند دستشون از دنیا کوتاهه و امروز به شما بابت این امور کمکی نمی کنند نمی تونند بکنند اگر شما از مرده توقع کمک داری خب قربونت برم یه جایت میلنگه من دیگه نمیدونم این چیجری به این رفیقمون بگم یا به این نوع دوستان که همه چیز رو میخوان از طریق اعمه معصومین اعمه معصومین خیلی محترم خیلی معزز خیلی قابل احترام در زمان حیاتشون مردان بسیار بزرگی بودند در زمان حیاتشون مردان بسیار بسیار مؤمن و با خدایی بودند و اولاد و محمد بودند همه اینا محترم و معززه ولی اینا عمرشون رو دادند و رفتند اینا دیگه نمیتونن به من و شما کمک کنن اگر ویروس به حمله کرد اگر میکروب به حمله کرد به متخصصش احتیاج داری نه به اینها کما این که داری این استفاده ها رو میبری ولی بازم بهش میگی فاسق بازم بهش میگی کافر این این دیگه این این تناقض برای من حیرت آوره من نیومدم اینجا بنشینم از بیگانگان حمایت کنم من آمدم بگم که زعفای ما کجاست که امروز بیگانگان بر ما مسلطند اون ها رو برطرف کنیم که دیگه نگذاریم این بیگانگان بر ما مسلط باشند. شب روز بخیر وقتم تموم شد حرف تمام همیشه میمونه